کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل بدرفتاری با پناهندگان افغانستانی، محروم کردن آنها از غذا و تلاش برای اخراج اجباری آنها به مجارستان هشدار داد و این اقدامات را نقض قوانین حقوق بشری دانست. به گزارش شیوز، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا به خبرنگاران در بروکسل گفت این کمیسیون نسبت به گزارش‌های بدرفتاری مجارستان با پناهجویان افغانستانی نگران است و چنین اتهاماتی را بسیار جدی می‌گیرد. وی اظهار داشت کمیسیون در حال حاضر پرونده‌ای را در رابطه با قوانین مجارستان درباره پناهندگان و بازگرداندن آنها در دادگاه دارد و بررسی آن در جریان است. آگوست سال گذشته نیز کمیته حقوق بشر هلسینکی واقع در بوداپست مجارستان مواردی را ثبت کرده بود که این کشور از دادن غذا به پناهجویان در برخی موارد تا 5 روز خودداری کرده است. با وجود وعده های مقامات مجارستانی برای اطعام پناهجویان این سازمان مردم نهاد، در فاصله ماهای فوریه و آوریل 8 مورد دیگر از گرسنگی دادن به پناهجویان را به ثبت رساند. بر اساس گزارش این سازمان در مجموع 21 نفر توسط مقامات مجارستانی برای مدت طولانی از دریافت غذا محروم بودند. کمیته حقوق بشر هلسینکی همچنین گزارش داد به بزرگسالانی که در بازداشت بوده و در انتظار اخراج به سر میبرند غذا داده نمی شود و در بازداشت گرسنگی می کشند و تنها زنان باردار و یا بیماران غذا دریافت می کنند. سخنگوی رئیس جمهور مجارستان سپتامبر گذشته در این باره به خبرنگاران با لحنی شدید گفته بود ما به هیچ یک از مهاجران غیرقانونی غذای رایگان نمی دهیم.